سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی، شما ما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید. مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست کاملی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید ویدیوهای ما در یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه. در سایر شبکه‌های اجتماعی هم اطلاعات و اخبار به روز مربوط به بلاکچین و کریپتوکارنسی با شما در میون گذاشته میشه. خب امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. توی این ویدیو میخوایم در خصوص خرید و فروش دلار تتر با هم صحبت بکنیم و این خرید و فروش با کارت شتابی و در ایران که شما چجوری بتونید پولتون رو تبدیل به USDT بکنید و بتونید توی کریپتوکارنسی خرید و فروش انجام بدین. کاربردهای متنوع دلار تتر رو براتون توضیح خواهیم داد. اگه به این موضوع علاقمند هستیم پیشنهاد میکنم که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات در این حوزه مطلع بشید. ویدیوهای متنوعی در خصوص بازار کریپتوکارنسی ما برای شما تهیه کردیم که میتونید توی کانال ما اونا رو مشاهده کنید. همونطور که گفتم یه سری بحثایی وجود داره در خصوص نکات امنیتی مربوط به خرید و فروش این رمز ارزها یا ارزهای رمزنگاری شده که حالا به تعبیری بهش ارزهای دیجیتال هم میگن. شما شاید توی شبکه‌های اجتماعی مختلف فعال باشین، دیده باشین یه تبلیغ میاد که بدون احراز هویت برای شما امکان خرید و فروش فراهم کردیم، یا اینکه میتونید مثلا خیلی سریع این کارو کنید با پایین‌ترین قیمت و از این تبلیغات این تیپی. قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم من پیشنهاد میکنم حتما یه سری نکات رو در نظر داشته باشین. ما یه ویدیویی تهیه کردیم در خصوص شاخص‌های ارزیابی اکسچنج ها، بروکر ها، که امکان کلاهبرداری از شما رو به حداقل میرسونه. هیچ وقت صفر نمیشه، ولی اینکه شما یه مقداری تو سیف سایت قرار بگیرین اهمیت داره و خب هدف ما هم اینه که به شما روش‌های معامله‌گری صحیح رو یاد بدیم. پیشنهاد می‌کنم ویدیو رو ببینید، این بالا براتون کارت می‌کنم که حتما بهش مراجعه کنید. بحث سلب مسئولیت ریسک و معامله‌گریه، اینو بارها تو ویدیوهای مختلف توضیح دادیم، توی کانال یوتیوب و آپارات هم بهش اشاره کردیم که هیچ کسی مسئولیت خرید فروش شما رو بر عهده نمی‌گیره. بدیهیه که شما با در نظر گرفتن نکات امنیتی که وجود داره، مفاهیمی که در خصوص این نوع معامله‌گری ها هست، نسبت به خرید و فروش اقدام میکنید. نه تنها توی کانال ما، بلکه شاید خیلی ویدیوهای دیگه هم دیده باشین، اکثرا جنبه آموزشی دارن. تصمیم برای خرید و فروش براتون خودتونه و از دقت بکنید که در دام کلاهبردارها نیفتین. خب توی ویدیو قبلی در خصوص خرید و فروش رمزارزها با هم صحبت کرده بودیم، روش‌های مختلف رو دیده بودیم که مثلا با وچر میشه خرید، با ریال مستقیم میشه خرید، با دلار میشه خرید، با گیفت کارت میشه خرید، با کردیت کارت میشه خرید. اما خب یک روشی مرسومی هم وجود داره به نام دلار تتر یا USDT که نمادش رو حتما به خاطر بسپارید. این روش به شما کمک میکنه، عین حواله کردن پوله. یعنی شما محدودیت هایی دارید برای اینکه مثلا به یه سری کارگزاری دسترسی پیدا کنید، یا اصلا نمیخواید خرید و فروش رو انجام بدید، میخواید بین دو نفر این وجه رو جابجا بکنید، اما خب به دلایلی امکان پذیر نیست. یکی از دلایلش مثلا عدد خیلی پایینه و این عدد پایین باعث میشه که مثلا 30 دلار شما مثلا 10 دلار هم 7 دلار هم بعد کمیسیون بدید بابت اینکه از مبدأ برسه به مقصد، یا اصلا یه عددی پایینتر از یه مبلغی رو خیلی از صرافی ها انجام نمیدن، یا محدودیت های بانکی وجود داره، یا اینکه مثلا حساب بانکی دلاری باید داشته باشین، حساب ارزی داشته باشین، که هر کدوم از اینا محدودیت های این کاره. خب بعد کارتون چجوری انجام بدید؟ نمیشه که حالا به هر حال از یه موضوعی گذشت. به همین خاطر این روش ما داریم به شما پیشنهاد میدیم، یه روش معمولی اکثر فعالای بازار هم دارن ازش استفاده میکنن. یا اصلا یه چیز مهمتر، یکی از کاربردهای مهمش اینه که مثلا شما یه خدماتی ارائه میکنید، مثلا معرفی سیگنال اصلا توی خرید و فروش کریپتوکارنسی میدین، یا یه خدماتی رو برای یه کسی در یه جای دنیا انجام دادید، این میخواد به شما مبلغتون رو پرداخت بکنه. خب بعد یا شما برید حساب ارزی باز کنید، فکر میکنم حداقلش 1500 تا 2000 دلار یا معادل اون یورویی هست،
بعد میرسه داستان این که آیا میتونه از بانک مقصد به بانک مبدأ که حساب شما توش هست ارسال بشه، بعد اینکه اون کارمزد توش مطرحه. خیلی راحت ترین راه و ساده ترین راه اینه که از همین دلارها استفاده کنید. دلار تتر جزء یکی از استیبل کوین ها هست. یه ویدیوی دیگه ما تهیه کردیم در خصوص استیبل کوین ها، تعدادی که مربوط به بازار کریپتوکارنسیه، یه تاریخچه از اون و نحوه محاسبه قیمتش و خیلی چیزای دیگه و دسته‌بندی هایی که توی استیبل کوین ها وجود داره که چند گروه عمده استیبل کوین وجود داره تو اون گفتیم که این بالا براتون کارت میکنم حتما ببینید. که اگر یه روزی خواستین یه دلاری یه دونه که از این استیبل کوین ها مثلا دلار تتر یا تروت تری یو اس دی بخرید یا بفروشید، یه کسی بهتون بده، بدونید که اصلا این مفهومه چیه، چی کار باید بکنید. علی حال این ویدیو رو هم که به خدمت گفتم حتما مشاهده بکنید و بتونید نسبت به موضوع آگاهی کاملی پیدا بکنید. همونطور که اشاره کردم قبلتر، این که اهمیت این خرید و فروش با ریال در ایران به واسطه کارت بانکی شتابی شماست. چرا؟ چون شما میتونید روش های دیگه استفاده کنید، هزینه و کارمزدتون خب بدیهیه، وقتی روش های سختری استفاده میکنید کمیسیون بیشتری هم باید پرداخت بکنید. ما میخوایم بریم سراغ این که چقدر راحت میتونیم با کارت شتابی یه خرید اینجوری انجام بدیم. فکر میکنم زیر 5 دقیقه این کار برای شما انجام میشه، حتی اگر تا الان هیچ حسابی باز نکرده باشید. خب بریم سراغ وبسایتی که میخوام براتون توضیح بدم. قبلا ما این وبسایت رو دیده بودیم، در خصوص خرید و فروش بیت کوین بود. من یه اسکرول بکنم بیام پایین، ادعایی که این سایت کرده 200,000 تا معامله انجام داده تا الان، 30,000 تا مشتری داره، جمع مبادلاتش بالای 200 میلیارد احتمالاً تومان منظورش بوده، و اپلیکیشنی که داره و شما میتونید رو موبایلتون این کارو انجام بدین، رو نسخه iOS که فکر کنم نداره هنوز، روی اندرویدی میتونین ازش استفاده بکنین، دانلود مستقیم میتونین انجام بدین یا اینکه از پلی استور استفاده کنین. مزایایی که داره، امنیتش، ادعایی که کرده امنیت در معاملات کیف پول ارزهای دیجیتال، بازار زنده 24 ساعته و قیمت لحظه‌ای، پوشش متنوع جفت ارزها. این داستان جفت ارزها مفهوم جالبیه که حالا براش سعی میکنیم که یه سری ویدیو جدا بسازیم، اما اونایی که ویدیوی کوریلیشن ضریب همبستگی بین رمزارزها رو دیدن دقیقا میتونن از این قابلیت استفاده کنن. این بالا براتون کارت میکنم که ازش استفاده کنید. توضیح داده که چرا حالا خود از ما استفاده بکنید. مراحلش خیلی ساده، ثبت نام میکنید، احراز هویت میشین، افزایش موجودی و معامله که انجام میشه. یه توضیح هم در مورد کوفاندرها داده و اطلاعات دیگه که اینجا میدید. ما میخوایم خب مثلا مرحله ثبت نام رو بریم، اسکرول میکنم میام بالا، دکمه ثبت نام که بزنم، یه سری اطلاعات ساده از شما میخواد، ایمیلتون میخواد، یه ایمیلی بدین، ایمیل ولیدی که بتونن نوتیفیکیشن هایی که مربوط بهش و کانفرمیشن کد رو براتون اونجا ارسال کنه، یه رمز و تکرارش، قوانینش هم بخونید و بعدن اینجا اگر موافق بودین تیک بزنید و در نهایت دکمه ثبت نام میزنید. میتونین هم با گوگل اکانتتون اوآث که میتونید خیلی راحت با گوگل اکانتتون هم وارد شین، فقط کافی روی این کلیک بکنید، نام و کاربری رمز عبور گوگلتون رو بزنید، دیگه احتیاج به این مراحل ثبت نام ندارید. اما بحث احراز هویت سر جاشه، یعنی همون شکلی که تو اسلاید قبلی دیدیم و در ویدیو KYC و AML با هم دیدیم، توی اون توضیح دادیم که شما مثلا وای میسین جلوی دوربین، یه پشتتون هم سفید بشه، یه دونه کاغذ بنویسین که من میخوام برای معاملات، اسم مشخصاتتون بنویسین و میگین که مثلا میخوام توی نویتکس خرید و فروش بکنم، کارت بانکی و کارت شناساییتون رو میگیرین. با اون توضیحاتی که اهمیت داشت براتون دادم که بحثای حداقل اطلاعات مورد نیاز رو بدید، ولی نداره که مثلا اطلاعات اضافه بدین، میتونه براتون بعدن به هر نحوی مشکل ساز بشه، مخصوصا CVV2 که از اطلاعات مهم و تاریخ انقضای کارت بانکیتون رو حتما بپوشونید، دلیل نداره که اون اطلاعات رو بدین، فقط اطلاعاتی که پایه‌ای که خواستن. اینجا احراز هویت میشین. خب ما قبلا این کار رو انجام دادیم، رو دکمه ورود میزنیم، وارد سایت میشیم، یه UI ساده‌ای داره، خیلی چیز پیچیده‌ای نیست، شاید مثلا اولین بار که باز میکنی یه مقدار براتون گیج کننده باشه، اما همینطور که میبینید این بالای تعداد ارزها رو توضیح داده، قیمت حالا نمادشون رو گذاشته، قیمت رو حداقل حداکثرش رو نوشته
و اسکول کلیم بیایم پایین، اینجا مثلا من قبلا این کار که انجام دادم تایید شده سطح 2 هستم و میایم پایین تر. سفارش داده بازی اگر داشته باشم، جمعی که حالا مبلغی که تو کیف پولم بوده و نوع کاربریم هم اینجا توضیح داده. خب بریم اینجا ببینیم که دلار تتر چنده. به این لحظه که دارم برای شما ویدیو رو تهیه میکنم 18160 تومنه این دلار تتر، یه تی دورش یه خط کشته. خب ما میخواییم که به فرض 1,000,000 تومن دلار تتر بخریم، چیکار باید بکنیم؟ میایم توی کیف های من روی این کلیک میکنیم، یه همچین صفحه ای باز میشه. اولینش اون مبلغ ریالیتونه، واریز رو میزنید، میخواین واریز کنید دیگه. اگر پولی هم داشته باشین میتونید برداشت بزنید که حالا الان بحث ویدیو ما نیست. یه صفحه میاد با دو تا قابلیت، واریز شتابی، واریز بانکی. واریز شتابی شما رو مستقیم وارد درگاه بانکی میکنه، این سایتایی که میرین خرید میکنید مثل دیجیکالا مثلا یا هر سایت دیگه‌ای که این تیپی خرید آنلاین میتونین ازش انجام بدین. یه سری توضیحات داده و اینجا قبلا که ثبت نام کردین یه سری اطلاعات از شما گرفته، مثل شماره کارت بانکیتون، حالا یک یا دو تا کارت معرفی کردین و حساب و اطلاعات مربوط به حسابتون رو گرفته که بدونه چجوریه. این در راستای همون AMLی که بهتون اشاره کردم، شما با اگر به نام خودتون میخواییم بخرین حتما بعد از کارت بانکی که به نام خودتون هست این کار انجام بدی. چرا؟ چون مواردی بوده که مورد سوء استفاده قرار گرفته و اکثر این سایت ها به خاطر جلوگیری از داستان های پولشویی و کلاهبرداری این محدودیت ها رو گذاشتن برای کاربر خودشون. اینجا هم میتونید شما مثلا رقم دقت کنید، تو این سایت به ریال نیست، به تومن هست. من میخوام 1,000,000 تومن خرید بکنم، شماره کارت بانکیم هم که اینجا انتخاب بکنم بزنم، بعد دکمه انتقال به درگاه پرداخت رو فشار بدید، وارد صفحه پرداخت آنلاین میشین و همون لحظه پول میاد تو حسابتون. روش دیگه هم که پول میاد تو حساب این سایت، روش دیگه هم واریز به بانکیه که شما میرین توی بانکی فیش فور میکنید. یه سری نکات توضیح داده اینجا حتما بخونید که کارمزدش چقدره، حداقل مبلغی که میتونید بریزین چجوریه، شماره حساب مبدتون باید مشخص باشه، توضیح داده باشین مبلغ واریزتون، زمان واریزتون و رسید بانکی. شماره ای داره که باید اینجا درج بکنید و ثبت واریز رو بزنید. کار این پشتیبانی این سایت بعد از اینکه اطلاع ثبت میکنه چک میکنه و در نهایت این مبلغ میاد توی کیف پول شما میشینه، یعنی اینجا این عدد تغییر میکنه مقابل ریال. خب پس الان فرض میکنیم مثلا ما 1,000,000 تومان الان توی این حساب پول نقد واریز کردیم، میخوایم بریم دلار تتر بخریم. بقیه اطلاعات رو ول کنید، کاری بهش نداشته باشین، اینا رو میتونید سر فرصت خودتون دونه دونه نگاه کنید. یه بازار اصلی داره، روش کلیک میکنی یه لیست باز میشه. این توی این لیست بیت کوین به ریال هست، اتریوم به ریال، لایت کوین ریال، تتر ریال، ریپل ریال، بیت کوین کش ریال، بایننس کوین ریال، EOS، استلار، اتریوم کلاسیک به ریال قابل خرید و فروش هست. خب ما رو تتر میزنیم، میخواستیم تتر بخریم، ثبت میکنیم صفحه لود بشه. الان قیمتی که داره میگه آخرین قیمت 18320 تومنه. این هم نمودار تحلیل تکنیکالشه، شما میتونید از این کندلا برای اینکه آیا میاد پایین تر میره بالاتر توی این بازی این بازار آیا مثلا جواب میده یا نه، من خیلی نمیخوام بحث بکنم چون میدونید که هر چقدر جامعه به سمت نرمال بره، یعنی تعداد کسایی که توی سایت بیشتر هستن، این همون نکاتی که در خصوص انتخاب یه بروکر و یه اکسچنج مناسب بهتون توضیح داده بودم، این که هر چقدر تعداد بیشتر باشه قیمتا نرمال تر خواهد بود. حالا دیگه این هم یه دیدی به شما میده، این نمودار میتونید تحلیل کنید. بیاین پایین، میخواین بخرید یا میخواین بفروشید؟ ما میخواستیم اینجا بخریم، مقدار USDT که میخوایم چقدر؟ یه حساب کتاب باید بکنیم دیگه. مثلا ما روی این انتخابه بزنیم، اگه اینجا مثلا موجودی، الان موجودی من خیلی کمتره، روی این دکمه انتخاب که بزنیم میگه 5.52 دلار میتونی به قیمت 18320 خرید بکنی. بعد دکمه خرید رو که بزنید اوردر شما میاد کجا میشینه؟
میاد اینجا میشینه. دقت کنید، خرید تتر تابلوش میاد اینجا، یعنی اوردر شما تو اینجا میشینه. اینورم شما میتونید اوردرهای فروش رو نگاه کنید، مثلا یه نفر، حالا یک یا چند نفر به قیمت 18400 10,790 دلار تتر رو گذاشتن به مبلغ 198 میلیون خورده ای تومان، که خب اگر شما بخرید بعد آلدی به این قیمت بذارید، همین لحظه بخواید بخرید که بتونید سریع بخرید، نه میتونید مثلا سفارشتون بزنید اگر به قیمت مد نظرتون رسید خرید انجام بشه. همونطور که میبینید این تابلو هم مثل تابلوی بورس، اما توی بازار سرمایه شما 5 تا مزنه برتر رو توی کارگزاریتون میبینید، هرچند که توی کارگزاری کسایی که دارن اوردر ثبت میکنن تا عمق بازار رو میبینن. اینجا البته شما دیگه این چیزو ندارید، میتونید تا کف اوردرهایی که ثبت شده رو مشاهده کنید. دیگه پایین تر به شما سفارشات اخیرتون رو میگه و میگه آخرین معاملی هم که توی این بازار روی تتر انجام شده روی 18400 بوده، 79 دلار خریده شده به قیمت 1,657,000 خورده ای تومن. به همین راحتی شما تتر خریدین و وقتی که وارد کیف های من میشین اینجا دلار تترتون یک، یعنی انگار دلار خریدین دیگه، اینجا تعداد میزنه براتون و ارزش ریالیشو به لحظه حساب میکنه اینجا میذاره. بعد میتونید اینو حتی واریز کنید به حساب کسی دیگه. اگر بخواید این کارو انجام بدید شما احتیاج به این دارید که یه آدرس برای خودتون بسازین. حالا مثلا من دکمه واریزو که بزنم میگه ایجاد آدرس والتتون، یه ایجاد آدرس میزنم، آدرس والت ساخته شد. همونطور که میبینید یه همچین آدرسیه ذخیره میشه. حالا خودشون ادعاشون اینه که آدرس کیف پول تتر روی شبکه اتریوم با ERC20 هست و والتشون هم ادعا کردن والت سرده و خب حالا امنیتش یه مقداری بالاتره این مسئله. به این روش شما تونستین خرید انجام بدین، پولو از حساب بانکیتون واریز کردین به حساب اینجا، رفتین تو بازاراش اوردرتون رو ثبت کردین و در نهایت اومد نشست اینجا. به همین راحتی شما تونستین خرید انجام بدین. برای انتقالش هم فقط کافیه که شما اینجا تو کیف های من که حالا ما دیگه الان اینو ساختیم برداشتو بزنین، میگه که مثلا چقدر میخوای برداری، آدرس کیف پول مقصدتون، مثلا برای دوستی میخواین یا اصلا میخواین به حساب یک اکسچنجی در یه جای دیگه رسید واریز بکنید، آدرس اون رو کپی میکنید اینجا، مقدار چیزتون رو تتری که میخواین بفرستین رو میذارید اینجا و کارمزد انتقال هم که مشخصه، ایجاد درخواست میذارید میره تو صف و به همین راحتی انتقال داده میشه در حساب مقصد. این یک روش ساده و یک سیکل کاملی از خرید دلار تتر بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. ما سعیمون اینه که بیشتر جنبه آموزشی این موارد رو با شما مطرح بکنیم و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، برای حمایت از ما لطفاً این ویدیو رو تو شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک بذارید، برای دوستاتون ارسال بکنید و اگر تا الان عضو کانال ما نشدید این دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگوله رو هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات حوزه کریپتوکارنسی آگاه بشه. اینجا هم دو تا ویدیو در خصوص موارد مرتبط با این حوزه برای شما به اشتراک گذاشتیم، شما میتونید روی اینا کلیک بکنید و ویدیوهای دیگه ما رو ببینید. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدار.